جایی که خرچنگ ها آواز می نوشته دیلیا اوینز، اینز، ترجمه آرتمیس مسعودی، با صدای هلیا مقصودی، قسمت ششم. فصل سی و چهار بازرسی کلبه 1969 جو در حالی که به چارچوب در توری ضربه میزد گفت خب بازم اینجا نیست. اد روی پله ها ایستاد و دستهایش را دو طرف صورتش گرد کرد تا از پشت شیشه داخل را ببیند. شاخه های بزرگ بلوط پوشیده از ساقه های بلند خزه اسپانیایی روی الوارهایی که با گذشت زمان رنگشان تغییر کرده بود و روی سقف نکتیز کلبه سایه انداخته بودند. در آن صبح اواخر نوامبر فقط تکه های خاکستری ابر کمی برق می زدند. معلومه که اینجا نیست. مهم نیست. ما حکم ورود داریم. بریم تو. مطمئنا در قفل نیست. جو همانطور که در را باز می کرد صدا کرد. کسی خونه نیست؟ کلانتر اینجاست. داخل خانه به قفسه های او که نمایشگاهی از جانوران بودند خیره شدند. اد اینا رو نگاه کن. همینطور تا اون یکی اتاق ادامه داره. حتی تا انتهای اتاق نشیمن. به نظر میرسه یک کمی خل و چله. عقل درست و حسابی نداره. شاید. اما ظاهرا در زمینه مرداب خیلی تخصص داره. میدونی که اون کتابا رو منتشر کرده. بیا مشغول شیم. خب یه چیزایی هست که باید بررسی کنیم. کلانتر فهرست کوتاهی را با صدای بلند خواند. لباس پشمی قرمزی که ممکنه با الیاف قرمزی که روی کاپشن چیس بوده مطابقت کنه. دفترچه گزارش روزانه تقویم یا یادداشتی چیزی که احتمالا در اون به مکانها و زمانهایی که در اونها حضور داشته اشاره کرده باشه گردنبند صدف یا تحبیلیت اون اتوبوس شیفت شب فقط این چیزاش رو به هم نریزیم دلیلی برای این کار وجود نداره میتونیم زیر و اطراف هر چیزی رو نگاه کنیم نیازی به خراب کردنشون نیست آره منظور تو میفهمم. اینجا مثل یه معبده. منم تحت تاثیر قرار گرفتم. هم دوچار وحشت شدم. کلانتر که داشت با دقت پشت ردیفی از آشیانه های پرنده را نگاه می کرد گفت کار سختیه مطمئنم من از اتاق خوابش شروع می کنم. مردان در سکوت کار می کردند. لباس های داخل کشوها را این طرف و آن طرف می کردند. به گوشه های سرک میکشیدند و شیشه های پوست مار و دندان کوسه را در جستجوی سر نخجا بجا میکردند. ده دقیقه بعد جو صدا زد: اد بیا اینو ببین. وقتی اد وارد ایوان شد جو گفت: تو میدونستی پرنده های ماده فقط یه دونه تخمدان دارن؟ چی داری میگی؟ ببین این ترراحی و یاد نشون میدن پرنده های ماده فقط یه تخمدان دارن. جو ما برای درس زیست شناسی نیومدیم اینجا. برو سر کارت. یه لحظه صبر کن. اینجا رو ببین. این پره یه تاووس نره. زیرش نوشته که با گذشت زمان پرهای تاووس نر همینطور بزرگتر و بزرگتر میشه که ماده ها رو به طرف خودش جذب کنه. تا کار به جایی میرسه که دیگه به سختی میتونه اونا رو از روی زمین بلند کنه. دیگه نمیتونه راحت پرواز کنه. کارت تموم شد؟ ما برای یه کاری اومده بودیم اینجا. آخه خیلی جالبه. اد از آنجا بیرون آمد. او رو سر کارت مرد. ده دقیقه بعد جو دوباره صدا زد. وقتی اد داشت از اتاق خواب کوچک به طرف اتاق نشیمن می آمد گفت بذار حدس بزنم. حتما یه موش سه چشم پیدا کردی که توشو پر کردن. پاسخی نشنید اما وقتی وارد اتاق شد جو یک کلاه پشمی قرمز را بالا گرفته بود. از کجا پیداش کردی همینجا تو این ردیفی که کتوکلاها و چیزای دیگه آویزونه همینطوری جلوی چشم بود گفتم که درست همینجا بود اید از جیبش کیسه پلاستیکی را بیرون کشید که حاوی علیاف قرمز رنگی بود که پس از مرگ چیس روی کاپشن جین او پیدا کرده بود و آن را کنار کلاه قرمز نگه داشت. جو گفت دقیقا مثل هم هستند. یک رنگ، یک اندازه و یک زخامت. سپس هر دو مرد کلاه و نمونه ها را بررسی کردند. آره هر دوشون پشم فرخورده قرمز دارن. رفیق میتونه خودش باشه. البته باید کلاهو بفرستیم آزمایشگاه. اما اگه این علیاف با هم بخونه میاریمش برای بازجویی. کلاه بذار تو کیسه و روش برچسب بزن. پس از چهار ساعت جستجو مردان در آشپزخانه به هم رسیدن. ایت همانطور که پشتش را کش میداد گفت من مطمئنم اگه چیز دیگه ای بود تا حالا پیداش می کردیم. همیشه میتونیم برگردیم پس بقیهش رو بذار یه روز دیگه. جو که داشت از روی همان شیارهای چرخ که موقع آمدن ایجاد شده بود به طرف دهکده برمیگشت گفت به نظر میرسه اگه اون تو این ماجرا گناهکار بود اون کلاه قرمز و قایم میکرد. نه اینکه اونطوری جلوی چشم آویزونش کنه. احتمالا اصلا نمیدونسته ممکنه علیاف از روی کلاه بیفتن روی کاپشن یا اینکه آزمایشگاه بتونه اونا رو شناسایی کنه. اصلا از چنین چیزی خبر نداشته. خب شاید اونو نمیدونسته. اما من مطمئنم چیزای زیادی میدونه. مثلا راجع به اون تاووسای نر که جلوه نمایی میکنن با هم رقابت میکنن و به سختی میتونن پرواز کنن. درست نمیدونم معنی این چیزا چیه اما میشه ازش نتیجه گیری کرد. فصل سی نما 1969 در یک بعد از ظهر جویه 1969 بیش از هفت ماه پس از رفتن جودی پرندگان سواحل شرقی اثر کترین دنیل کلارک دومین کتاب کیا که اثری با جزئیات و زیبایی فوقالعاده بود در صندوق پست ظاهر شد کیا روی جلد حیرت انگیز کتاب که طرح خودش از یک مرغ دریایی بزرگ بود دست کشید. لبخند زنان گفت ببین قرمز بزرگه بالاخره تونستی بیای رو جلد کتاب کیا همانطور که کتاب جدید در دستش بود در سکوت به طرف سایه درختان بلوط نزدیک کلبهش حرکت کرد داشت دنبال قارچ میگشت وقتی نزدیک تعداد زیادی قارچ چتری زرد رنگ رسید زیر پایش خونکی خزه های فاسد مرتوب را حس کرد هنوز قدمش را دوباره بر زمین نگذاشته بود که ناگهان ایستاد. آنجا روی کنده قدیمی که رویش پر میگذاشتند یک پاکت کوچک سفید و قرمز بود. درست مانند همان پاکت سالها پیش. برخلاف انتظارش با صدای بلند خندید. داخل پاکت یک قطب نمای قدیمی ارتش بود. درون جعبه برنجی که داخل کاغذ پیچیده شده و بر اثر گذشت زمان رنگش سبز مایل به خاکستری شده بود. کیا با دیدن آن هوا را داخل ریه هایش فرستاد. او هرگز به قطب نما نیاز پیدا نکرده بود. چرا که جهت برایش بدیهی بودند. اما در روزهای ابری که خورشید گمراه کننده بود قطب نما می توانست به او کمک کند روی یک کاغذ یادداشت تا شده نوشته شده بود کیای عزیزم این قطب نما مال پدر که از جنگ جهانی اول مونده اونو وقتی کوچیک بودم به هم داد اما من هیچ وقت ازش استفاده نکردم. فکر کردم شاید به درد تو بیشتر بخوره. با عشق تیت درزم خوشحالم که میتونی این یادداشت رو بخونی. کیا کلمات عزیزم و با عشق را دوباره خواند؟ تیت، پسر موطلایی داخل قایق که او را پیش از آن که طوفان شروع شود به خانه هدایت کرده بود روی کنده ای که آب و هوا رنگش را تغییر داده بود برایش به عنوان هدیه پر گذاشته و به او خواندن یاد داده بود نوجوان با محبتی که او را در اولین مراحل بلوغش راهنمایی کرده بود پژوهشگر جوانی که تشویقش کرده بود کتابش را منتشر کند. کیا با وجود آن که کتاب صدفهایش را به او هدیه داده بود همچنان وقتی او را در مرداب می دید، پشت بوته ها پنهان می که دیده نشود. نشانه های بی کرم های شبتاب تنها چیزی بود که کیا از عشق میدانست. حتی جودی هم به او گفته بود باید به تیت یک فرصت دوباره بدهد اما هر بار به او فکر می کرد یا او را میدید قلبش از حس عشقی قدیمی به رنج ترد شدن تغییر موضع میداد دلش میخواست خواست می توانست در یک موضع بماند. چند روز بعد میان مهی صبحگاهی قطب نما را داخل کول پشتیش فرو کرد و وارد آبراه مورد نظرش شد. گرچه بعید بود به آن نیاز پیدا کند. قصد داشت در باریکه ماسه که داخل دریا پیش رفته بود دنبال گلهای وحشی نادر بگردد اما بخشی از ذهنش آن دوروبر دنبال قایق تیت بود. مه لجوج و سرسخت بازوهایش را دور سرشاخه های درختان و شاخه های زیرین آنها پیچیده بود. هوا ساکن بود. وقتی کیا جلو میرفت حتی پرندهها هم در سکوت بودند. در همان نزدیکی صدای دنگ دنگ خوردن پارویی که آهسته حرکت می کرد به بدن یک قایق به گوش رسید و بعد از میان مه قایقی مانند شبه ظاهر شد. وقتی قایق به طرف نور حرکت کرد، رنگ هایی که از شدت مه نامشخص بودند نمایان شدند. موهایی طلایی زیر کلاهی قرمز تیت بود گویی از میان رویاها بیرون آمده بود عقب کشتی ماهیگیری قدیمیش ایستاده بود و آن را هدایت می کرد. کیا موتور را خاموش کرد و تا پشت یک بوته پارو زد که رفتن او را تماشا کند همیشه از دور رفتنش را تماشا می کرد. هنگام غروب که آرام تر شده بود و قلبش به سکون رسیده بود ایستاد و خواند. غروب هرگز ساده نیست. هوای گرگومیش انکسار و انعکاس نور است اما هرگز واقعی نیست. شامگاه اقوا کننده است. پوشاننده مسیرها پوشاننده دروغها اهمیتی نمی دهیم به اینکه غروب اقوا کننده است رنگ های شکوه مندش را می بینیم و هرگز نمیدانیم خورشید افتاده است در پس زمین تا آن هنگام که سوختنش را ببینیم غروب ها اقوا کنندند پوشاننده حقایق پوشاننده ی دروغ فصل سی و شش گذاشتن برای یک روباه 1969 جو از در دفتر کلانتر که باز بود وارد شد خب گزارش رو گرفتم بیار ببینیمش هر دو مرد به سرعت تا صفحه آخر را با نگاهشان خواندند. اد گفت خودشه. کاملا مطابقت میکنه. وقتی جسد چیس اونجا افتاده بوده، الیاف کلاه دختره روی کاپشنش بوده. کلانتر گزارش را به مچ دستش کوبید. سپس ادامه داد: بیا یه بار دیگه مرور کنیم که اینجا چی داریم. شماره یک سیاد میگو شهادت میده دوشیزه کلارک رو دیده که درست پیش از اون که چیس بیفته و جونش رو از دست بده داشته با قایقش به طرف برج آتشبانی میرفته. دو پتیلاف گفته دوشیز کلارک برای چیس یه گردنبند صدف درست کرده بوده و شبی که اون مرده اون گردنبند ناپدید شده. سه الیاف کلاه دختر روی کاپشن چیس بوده. چهار انگیزه به اون زن خیانت شده و ما میتونیم غیبت هنگام وقوع جرم رو رد کنیم همینا کافیه جو گفت احتمالا یه انگیزه بهتر کمک بیشتری میکنه به نظر نمیرسه یک بار رها شدن انگیزه کافی باشه خب به نظر نمیرسه تحقیقات ما تموم شده باشه اما اونقدری سر نخ داریم که اونو بیاریمش برای بازجویی. احتمالا برای محکوم کردنش هم کافی باشه. وقتی بیاریمش اینجا معلوم میشه اوزا چطوری پیش میره. خب مشکل همینه نه؟ چطوری؟ اون سالها از همه فرار کرده. از دست کارمندایی که بچه های مدرسه گریز رو پیدا میکنن، آمارگیرا، هر کسی که فکرشو بکنی. همشونو با زیرکی دور زده از جمله خود ما ما میریم اونجا لابلای علفای مرداب دنبالش میگردیم خودمونو مزحکه میکنیم من نگران این مسئله نیستم اینکه کس دیگه ای نتونسته اونو بگیره معنیش نیست که ما هم نتونیم اما این کار هوشمندانه نیست من میگم ما باید تله بذاریم معاون کلانتر گفت او آره خب من یه چیزای راجع به تله گذاشتن میدونم و وقتی کسی میره یه روباه و به تله بندازه معمولا این تله که روباهو و میگیره به نظر نمیرسه ما از طرف خودمون چیزی برای قافلگیری باقی گذاشته باشیم اونقدر رفتیم اونجا در زدیم که اگه یه خرس قهوهی هم بود میترسید فرار میکرد. سگ شکاری چطوره؟ اون طوری دیگه مطمئنه. کلانتر چند ثانیه ای ساکت ماند. نمیدونم. شاید من دارم پیر میشم و در سن پنجا و یک سالگی و پیری ملایمتر شدم. اما اینکه یه زن با سگ شکاری تعقیب کنی و بیاری واسه بازجویی کار درستی به نظر نمیرسه. برای محکوم های فراری یا کسایی که به جرمی محکوم شدن خوبه اما اونم مثل هر کس دیگه ای بیگناهه مگر اینکه یعنی ثابت بشه گناهکاره و من نمیتونم تحمل کنم سگای شکاری رو علیه یه مزنون زن بتازونیم خب پس چه جور تلهی میخوای؟ این همون چیزیه که باید فکرشو بکنی. در پانزده دسامبر وقتی اد و جو داشتن در مورد گزینه هایی برای آنکه کیا را به آنجا بکشانند بحث می کسی در زد. از پشت شیشه مات اندام درشت مردی نمایان شد. کلانتر گفت بیا تو. وقتی مرد وارد شد اد گفت سلام رادنی ما چیکار میتونیم برات انجام بدیم؟ رادنی هورن یک مکانیک بازنشسته بود که بیشتر روزهایش را به ماهیگیری با دوستش دنی اسمیت میگذراند روستاییان او را مردی ساکت و آرام میدانستند که همیشه شلوار پیشبندی تنش بود هرگز کلیسا رفتنش ترک نمیشد اما آنجا هم شلوار پیشبندیش را با پیراهن زیبایی می پوشید که همسرش السی آن را اتو می کرد و چنان آهار میزد که مانند تخته شق و رق می رادنی کلاه شاپویش را از سر برداشت و مقابل شکمش نگه اد به او تعارف کرد روی صندلی بنشیند اما رادنی سر تکان داد و گفت زیاد طول نمیکشه فقط یه چیزیه که شاید به ماجرای چیس اندروز مربوط بشه جو پرسید چی دستگیرت شده خب الان یه مدتی ازش گذشته من و دنی سی اوت رفته بودیم ماهیگیری یه چیزی توی سایپرسکو دیدیم فکر کردم شاید براتون جالب باشه. کلانتر گفت خب شروع کن اما لطفا بشین رادنی. اگه بشینی هممون احساس راحتی بیشتری میکنیم. رادنی روی صندلی که به او تعارف کرده بودند نشست و در پنج دقیقه داستانش را به آنها گفت. پس از آنکه او رفت، اد و جو به یکدیگر نگاه کردند. جو گفت: خب حالا ما انگیزه رو پیدا کردیم باید بیاریمش اینجا فصل سی و هفت کوسه های خاکستری 1969 تنها چند روز مانده به کریسمس کیا صبح زودتر از همیشه بیدار شد و با قایق آهسته و بی سر و صدا به طرف فروشگاه جامپین رفت. از وقتی کلانتر یا معاونش دزدکی به آنجا آمده و سعی کرده بودند در خانهش دستگیرش کنند بنزین و مایحتاجش را پیش از روشن شدن هوا وقتی فقط ماهیگیران بیرون بودند میخرید گرچه تا به حال تلاششان ناکام مانده بود و کیا فقط آنها را از پشت نخلهای مرداب دیده بود حالا ابرهایی که پایین آمده بودند به سرعت روی دریای پرهیاهو در حرکت بودند و توفانی که از افق به سمت شرق در حرکت بود و مانند شلاق پیچ و تاب میخورد یک تهدید به شمار میآمد باید به سرعت کارش را در فروشگاه جامپین تمام می کرد و پیش از آنکه ابرها بیایند به خانه می رسید. از حدود 400 متری اسکله را دید که در مه پیچیده شده بود. باز هم سرعتش را کم کرد و اطرافش را نگاه کرد ببیند در این سکوت نمناک قایق دیگری میبیند یا نه. سرانجام توانست چهل متر آن طرفتر جامپین را ببیند که روی چهار پایه کهنش نشسته و به دیوار تکیه داده است. کیا دست تکان داد اما او نه جامپی نیستاد. کمی سر تکان داد و فقط زیر لب چیزی گفت کیا قایق را خاموش کرد باز هم دست تکان داد جامپین به او خیره شده بود اما حرکتی نمی کرد. دسته سکان را به سرعت چرخاند و ناگهان رویش را به سمت دریا کرد. قایق بزرگی در میان مه نزدیک میشد که کلانتر دسته سبکانش را در دست داشت. یکی دو قایق دیگر هم کنارش میآمدند و درست پشت سرشان طوفان شروع شده بود. کیا میان موج هایی که نزدیک میشدند موتور را روشن و در حالی که قایقش به موج های کفالود برخورد می کرد تلاش کرد به قسمت باز دریا بگریزد. میخواست به مرداب بگریزد اما کلانتر نزدیک شده بود و میتوانست پیش از آن که به آنجا برسد او را دستگیر کند. دریا دیگر با امواج متقارن بالا نمی آمد بلکه پریشان و متلاطم بود وقتی طوفان کیا را در بر گرفت دریا بی‌رحم‌تر شده بود در چند ثانیه جریان شدیدی آمد و سر تا پای کیا را خیس کرد. رشته های بلند موهایش اطراف صورتش چسبیده بود. به طرف باد چرخید که واژگون نشود اما دریا قایق را جلو راند. کیا که میدانست قایق آنها سریعتر است خودش را به دست باد سهمگین سپرد شاید در این مه قلیز او را گم می کردند یا می توانست در دریا شیرجه بزند و شنا کند. ذهنش به سرعت جزئیات پریدن در آب را که به نظر می رسید برای او بهترین شانس است بررسی کرد. حالا که این قدر به ساحل نزدیک بود، ممکن بود موجی او را بسیار سریعتر از آنکه آنها فکر می کنند بتواند شنا کند، زیر آب جلو ببرد. آن وقت گاهی می توانست سرش را بیرون بیاورد و نفس بکشد. بعد می توانست خودش را به خشکی برساند و در مکانی پردرخت پنهان شود. پشت سرش صدای قایق‌های آنها بلندتر از طوفان بود. داشتند نزدیکتر می‌شدند. چطور می توانست به همان راحتی توقف کند او هرگز تسلیم نشده بود باید همین حالا پایین می پرید. اما ناگهان قایق ها مانند کوسه های خاکستری دور کیا جمع شدند و نزدیک تر آمدند یکی از قایق ها فورا مقابلش توقف کرد و او به سرعت خودش را کنار کشید. گردنش به شدت تکان خورد. کلانتر دست دراز کرد و لبه ی قایق او را گرفت. همهشان داشتند دور قایقش می چرخیدند. دو مرد به قایقش آویزان شده بودند و داشتند بالا می که معاون کلانتر گفت دوشیزه کترین کلارک تو به اتهام قتل آقای چیس اندروز دستگیری تو این حق رو داری که سکوت کنی کیا ادامه جمله را نشنی هیچ کس ادامه چنین جمله ای را نمی شنود. فصل سی و هشت ساندی جاستیس 1970 زیر نور شدید لامپی که از بالای سرشان آویزان بود و پنجره های قدی چشم های کیا بازو بسته می شود. او دو ماه در تاریکی زندگی کرده بود و حالا که دوباره چشمهایش را باز کرده بود، لبه محوی از مرداب به بیرون به چشمش میخورد. درختان گرد بلوط روی سرقص های و درخت های راج زمستانی سایه انداخته بودند. کیا تلاش کرد روی رنگ های سبز زنده لحظه ای مکس کند. اما دستهایی قدرتمند او را به طرف میز بلندی که تام میلتون وکیل مدافع وی پشت آن نشسته بود هدایت کردند. دستهای دستبند خوردهش جلویش بود و در وضعیت ناراحتی شبیه دعا کردن قرار گرفته بود. او که دامن شل و بلند مشکی و بلوز سفید ساده پوشیده بود و موهای بافته شدهش بین کتفهایش افتاده بود سر بر نگرداند حاضران را ببیند. اما گرما و پچپچ پچ مردم را در اتاق دادگاهی که میخواست در آن به جرم قتل محاکمه شود احساس می‌کند. می توانست احساس کند مردم شانه ها و سرهایشان را حرکت می دهند که بتوانند یک نظر او را ببینند که او را با دست بند ببینند بوی عرق دود سیگاری که قبلا کشیده شده و عطرهای ارزان قیمت حالت تهوعش را بیشتر کرد. صدای صرفه ها خاموش شد اما وقتی او به صندلیاش نزدیک شد حیاهو بالا گرفت تمام صداها به نظرش دور می آمد. چرا که بیشتر صدای نفسهای بیمار و نامنظم خودش را میشنید وقتی داشتن دستبندش را باز میکردند به کف پوش که از چوب کاج بود و آن را کاملا برق انداخته بودند خیره شده بود با سختی روی صندلی نشست. ساعت 9:30 و صبح 25 فوریه 1970 بود. تام به طرف او خم شد و در گوشش گفت که همه چیز درست می شود. کیا حرفی نزد. فقط به چشمهایش نگاه کرد تا شاید در آن صمیمیت بیابد یا هر چیز دیگری که بتواند به آن تکیه کند اینطور نبود که کیا او را باور داشته باشد اما برای اولین بار در عمرش ناچار بود خودش را تحت مسئولیت کس دیگری قرار بدهد تام که به عنوان یک مرد هفتاد و یک ساله نسبتا قد بلند بود، کلاهگیس سفید پرپشتش را به سر گذاشت و لباس کتان نامرتبش را پوشید. البته اگر در حرکاتش زرافت خاص یک مقام بلند پایه دیده میشد کاملا تصادفی بود. او آهسته حرکت می کرد. و با لبخند خوشایندی که از چهرهش مهم نمیشد آرام سخن می گفت. قاضی سیمز برای دوشیز کلارک یک وکیل جوان تنگ کرده بود. زیرا کیا خودش هیچ اقدامی انجام نداده بود. اما وقتی تام میلتون این را شنید با وجود بازنشستگی درخواست کرد به طور رایگان وکالت او را به عهده بگیرد او هم مانند دیگران داستانهایی در مورد دختر مرداب شنیده و در طول سالها گاهی او را دیده بود که یا داشت همسو با جریان آب آرام پارو میزد یا مانند راکونی که از سطل زباله چیزی بر می دارد، سراسیمه از خاربار فروشی بیرون می آمد. دو ماه پیش وقتی اولین بار در زندان به دیدن کیا رفت او را به اتاق کوچک تاریکی راهنمایی کردند که آنجا کیا پشت یک میز نشسته بود کیا سرش را بلند نکرد به او نگاه کند تام خودش را معرفی کرد و گفت قرار است نماینده او باشد اما باز هم او نه صحبتی کرد و نه سرش را بلند کرد. حسی مقاومت ناپذیر در تام میخواست دست کیا را نوازش کند. اما چیزی شاید وضعیت راست نشستنش یا حالت خیره شدنش با چشمانی خالی از احساس سپری در مقابلش ایجاد می کرد. تام در حالی که سرش را در زاویه های مختلف حرکت میداد و تلاش می کرد او را به نگاه کردن وادار کند مراحل دادگاه و اینکه کیا باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشد توضیح داد سپس از او چند سوال پرسید اما او اصلا پاسخی نداد اصلا حرکتی نکرد و اصلا به او نگاه نکرد وقتی کیا را به بیرون اتاق هدایت می کردند سرش را چرخاند و از پنجره کوچکی که می توانست از آن آسمان را ببیند به بیرون نگاهی انداخت مرغان دریایی بالای اسکله دهکده جیغ جیغ می کردند و به نظر می رسید کیا دارد آواز خواندن آنها را تماشا می کند. تام در ملاقات بعدیش دستش را به طرف ساک کاغذی قهوه‌ای رنگی دراز کرد. و یک کتاب با قطع بزرگ و جلد نفیس را به طرف او سر داد. عنوانش کمیابترین صدف های جهان بود و وقتی آن را باز می کردی نقاشی های رنگ روغن از صدف از دورترین سواحل کره زمین به چشم می خورد که به اندازه واقعی کشیده شده بودند. دهان کیا کمی باز مانده بود. آن را ورق میزد و با دیدن بعضی از گونه ها سرتکان میداد. تام به او فرصت داد. سپس یک بار دیگر با او صحبت کرد. این بار کیا به چشمهایش نگاه کرد. تام با حوصله زیاد مراحل دادگاه را توضیح داد. حتی عکس اتاق دادگاه را هم برایش کشید و در آن قسمت هیئت منصفه صندلی قاضی جایگاه وکلا و خود کیا را به او نشان داد سپس خطهایی با عنوان معمور اجرای حکم قاضی و منشی دادگاه کشید و وظایف آنها را توضیح داد مانند جلسه ملاقات قبلی تلاش کرد شواهدی را که علیه او وجود دارد برایش توضیح بدهد و از او پرسید شبی که چیس مرده کجا بوده است اما او هر بار که لازم میشد جزئیات را توضیح بدهد داخل لاکش فرو میرفت سپس وقتی تام بلند شد برود کیا کتاب را روی میز سر داد اما تام گفت نه اونو برای تو آوردم مال توه کیا لبش را گزید و پلک زد حالا که برای اولین بار در دادگاه حاضر شده بودند، تام سعی می کرد با اشاره کردن به طرحی که از اتاق دادگاه کشیده بود، حواس او را از حیاهوی پشت سرشان منحرف کند. اما منحرف کردن حواس بیفایده بود. تا ساعت 9.45 پنج دقیقه اتاق پر شده بود از روستاییانی که تمام نیمکت ها را اشغال کرده بودند و داشتند با صدای بلند، نظراتی در مورد شواهد و مجازات مرگ میدادند. در بالکن کوچک انتهای اتاق 20 صندلی دیگر هم بود، و با وجود آنکه زیاد محسوس نبود همه میدانستند رنگین پوستان موظف به نشستن در بالکن هستند امروز آنجا را بیشتر سفید پوستان اشغال کرده بودند و فقط یکی دو نفر سیاه پوست بودند. به هر حال این پرونده به طور کامل به سفید پوستان مربوط می شود. جلوی اتاق در قسمتی جداگانه یکی دو خبرنگار نشسته بودند. کسانی که نتوانسته بودند جا پیدا کنند مقابل دیوار انتهایی و کنار پنجره های قدی ایستاده بودند. بیقراری بود، پچ پچ و غیبت. دختر مرداب در مزان اتهام ارتکاب قتل قرار داشت. از این بهتر نمیشد. ساندی جاستیس گربه اتاق دادگاه که پشتش سیاه و صورتش سفید بود و ماسک سیاهی دور چشمهای سبزش داشت خودش را لبه پنجره زیر آفتاب کش می داد. این گربه از سالها پیش یکی از اعضای اتاق دادگاه بود. او با پاکسازی زیرزمین و اتاق دادگاه از موشها توانسته بود این جایگاه را به دست آورد. از آنجا که بارکلیکو اولین دهکده ای بود که در این ناحیه تکه تکه و مردابی ساحل کارولینای شمالی ساخته شده بود، بخشدار آنجا را مرکز بخش اعلام کرد و در سال 1754 دستور ساخت دادگاه را داد. بعدها با وجود آن که دهکده های دیگر مانند سیوکس پر جمعیت تر و پیشرفته تر شدند، بارکیلیکو مرکز فعالیت های رسمی مقامات بخش شد. در سال 1912 رعد و برق به ساختمان اصلی دادگاه خورد و بیشتر ساختار چوبی آن را به خاکستر تبدیل کرد. سال بعد ساختمانی در همان میدان انتهای خیابان اصلی ساخته شد که یک ساختمان دو طبقه آجوری بود با پنجره های سی سانتی و لبه های گرانیت. تا دهه 1960 علف های وحشی، نخل های مرداب و حتی چند لویی از مرداب راهشان را به آنجا باز کردند. و زمین هایی را که روزی مرتب و مسطح شده بودند تصاحب کردند. در بهار تالاب پوشیده از زنبق تقیان کرد و در طول سالیان بخشی از پیاده رو دچار فرسایش شد. برعکس خود اتاق دادگاه که سعی شده بود مانند قبل طراحی شود با شکوه بود. جایگاه قاضی را بالا برده بودند و آن را از چوب ماهاگونی تیره ساخته بودند که آرم رنگارنگ ایالتی زیر چندین پرچم از جمله پرچم ایالات معتلفه آمریکا نصب شده بود. نیمی از جایگاه هیئت منصفه که آن هم به رنگ ماهاگونی بود از چوب سرو بود و پنجره هایی که یک طرف اتاق ساخته شده بودند به دریا باز میشد. وقتی مقامات وارد دادگاه میشدند، تام به خطهایی که کشیده بود اشاره و هر کدامشان را معرفی کرد. همانطور که مرد قد بلند و باریک شهست ساله ای را که داشت جلوی سالن راه می رفت نشان می داد که موهایش تا پشت گوشهایش ریخته و سرش دقیقا نیمه تاس شده بود گفت این معمور اجرایی هنگ جونزه. او لباس فرم خاکستری پوشیده و کمربند پهنی زده بود که از آن یک رادیو چراغ قوه و, و تعدادی کلید آویزان بود و یک کلت شش تیر داخل جلدی چرمی آقای جونز مقابل جمعیت ایستاد و با صدای بلند گفت حاضران منو میبخشین اما شما مقرراتی رو که سر آتش نشان وضع کرده میدونید اگر جای نشستن ندارین باید از اتاق خارج بشین. خانم جوانی وارد شد و تام توضیح داد. این دوشیزه هنریتا جونزه. دختر مامور اجرایی و منشی دادگاه. او که مانند پدرش قد بلند و لاغر بود آهسته وارد شد و پشت میز نزدیک جایگاه قاضی نشست. دادستان آقای اریک چستین که قبلا سر جایش نشسته بود دفترچه های یادداشتش را از کیف درآورد. اریک مرد چارشانهی بود با موی قرمز که حدود پانزده سانتیمتری بلند بود. شلوار آبی پوشیده و کراوات پهن روشنش را زده بود. جونز معمور اجرایی با صدای بلند گفت همگی قیام کنید. دادگاه رسمی است. قاضی محترم هرالد سیمز بر کرسی قضاوت می نشینند. ناگهان سکوت حکم فرما شد. در باز شد. قاضی سیمز وارد شد و به همه سر تکان داد که بنشینند. سپس از دادستان و وکیل مدافع خواست به جایگاه نزدیک شوند. مردی بود با استخوان بندی درشت، صورت گرد و خط ریش سفید زاویه دار. در سیوکس زندگی می کرد. اما نه سال بود قضاوت دادگاه بارکلیکو را بر عهده داشت. معمولا او را داوری منطقی متعادل و منصف میدانستند. صدایش به سرعت در اتاق پیچید. آقای میلتون پیشنهاد شما مبنی بر تغییر مکان دادرسی به یک منطقه دیگه با این توجیه که ممکنه دوشیز کلارک به خاطر تعصباتی که علیه ایشون میان مردم این منطقه وجود داره از محاکمه منصفانه محروم باشن رد شده. من میپذیرم که ایشون در شرایطی غیر معمول زندگی کردند و در معرض تعصباتی قرار داشتند. اما شواهدی نمی بینم مبنی بر اون که ایشون نسبت به خیلی از افرادی که در مناطق کوچیک سراسر این مملکت محاکمه میشن مورد تعصب بیشتری قرار داشته باشه و حتی نسبت به بعضی از افراد شهرهای بزرگ ما اینجا و همین حالا رسیدگی به پرونده رو شروع می کنیم. وقتی وکلا سر جایشان باز میگشتند دیگران به نشانه تایید سر تکان دادند او ادامه داد کاترین دانیل کلارک از منطقه بارکلی کارولینای شمالی شما متهم به قتل عمد چیس لارنس اندروز یکی از ساکنان قبلی بارکلیکو هستید قتل عمد به معنی عملی با قصد قبلیه و در چنین مواردی قانون مجازات مرگ رو مجاز دونسته. وکیل شاکی اعلام کرده در صورتی که شما مجرم شناخته بشین این مجازات رو اعمال می کنن. صدای پچ پچ در اتاق پیچید. به نظر رسید تام کمی به کیا نزدیکتر شد و کیا این آرامش را پذیرفت شروع میکنیم به گزینش اعضای هیئت منصفه قاضی سیمز رو کرد به اولین ردیف از دو ردیفی که اعضای بلقوه هیئت منصفه در آن جای داشتند وقتی او فهرست قوانین و شرایط را میخواند ساندی جاستیس از لبه پنجره تالاپی پایین آمد و با مهارت روی میز قاضی پرید. قاضی سیمز همانطور که به صحبتهایش ادامه میداد با حواس پرتی سر گربه را نوازش می کرد. در مواردی که اشد مجازات مطرح باشه، ایالت کارولینای شمالی اعضای هیئت منصفه را مجاز می دونه در صورتی که معتقد به مجازات اعدام نیستند، انصراف خودشون را از این سمت اعلام کنند. لطفا اگر در صورت صدور قرار مجرمیت مایل یا قادر به اجرای اون نیستین دست خودتون رو بالا ببرید. هیچ دستی بالا نرفت. مجازات ادام تنها چیزی بود که کیا شنید. قاضی ادامه داد علت موجه دیگهی که اعضای هیئت منصفه میتونن برای انصراف داشته باشند اینه که در حال یا در گذشته با دوشیزه کلارک یا آقای اندروز چنان رابطه نزدیکی داشته باشند که نتونن در مورد این پرونده بیطرفی رو رعایت کنند. لطفا اگر چنین حسی دارین به من اعلام کنید. خانم سالی کالپپر از وسط ردیف دوم دستش را بلند کرد و نام خود را گفت. موهای خاکستریش را از پشت محکم گوجهی بسته بود و کلاه، کت و دامن و کفشهایش همه به رنگ قهوهی دلگیر بودند. قاضی گفت بسیار خوب سالی، حرف تو بزن. همونطور که میدونین من حدود 25 سال کارمند بخشی بودم که بچه های مدرسه گریز رو به مدرسه برمیگردونن. دوشیزه کلار که یکی از اون شاگردا بود و من با ایشون سر و کار داشتم یا سعی می کردم داشته باشم کیا نمیتوانست خانم کالپپر و بقیه را در قسمت اصلی اتاق ببیند مگر آنکه برمیگشت که البته هرگز چنین کاری نمیکرد اما آخرین باری را که خانم کالپپر در اتومبیل نشست و مرد راننده که کلاه شاپو بر سر داشت تلاش کرد او را تعقیب کند به وضوح به یاد داشت کیا تا جایی که می توانست به پیرمرد سخت نگرفته بود میان بوته ها با سر و صدا جابجا جا شده بود تا به او سر نخی بدهد سپس دوباره خودش را نشان داده بود و در بوته های نزدیک اتومبیل پنهان شده بود اما مرد در جهت مخالف او به طرف ساحل دویده بود. کیا که آنجا قوز کرده بود یکی از شاخه های درخت خاص را مقابل در اتومبیل تکان داده و خانم کالپپر از پنجره مستقیم به چشم او نگاه کرده بود. آن لحظه کیا فکر کرده بود. خانم مسئول بچه های مدرسه گریز لبخند کوچکی زده. در هر صورت وقتی مرد برگشت آن خانم تلاشی برای تحویل دادن او نکرد. پشت سر هم ناسزا گفت و بعد هر دو برای همیشه در جاده دور شدند. حالا خانم کالپپر به قاضی می گفت خب با توجه به اینکه من با ایشون سر و کار داشتم نمیدونم مفهومش اینه که علت موجهی برای انصراف دارم یا نه قاضی سیمز گفت متشکرم سالی بعضی از شماها ممکنه تو فروشگاه ها با دوشیز کلارک سر و کار داشتین یا مثل مورد خانم کالپپر با ایشون ارتباطات اداری داشتین موضوع اینه که آیا میتونین شهادتی رو که اینجا داده میشه بشنوین و بدون اینکه تحت تاثیر تجربیات یا احساسات گذشته باشین تصمیم بگیرین که اون طبق شواهد موجود مجرمه یا بیگناه؟ بله قربان مطمئنم میتونم این کار رو بکنم عالی جناب متشکرم سالی پس تو میتونی بمونی تا ساعت یازده و سی دقیقه هفت زن و پنج مرد در جایگاه هیئت منصفه نشسته بودند. کیا از آنجا می توانست آنها را ببیند و دزدکی به چهره هایشان نگاهی بیاندازد. بیشترشان را در دهکده دیده بود اما نام تعداد کمی از آنها را میدانست. خانم کالپپر درست وسط نشسته بود و دیدنش کمی به کیا آرامش میداد. اما کنار او ترزا وایت همسر موبور مبلغ متدیست نشسته بود که سالها پیش با عجله از کفش فروشی بیرون آمده بود تا دخترش را از کیا دور کند. همان موقعی که کیا پس از صرف نهار با پدر لبه پیاده رو ایستاده بود. همان بار اول و آخری که بیرون با پدر غذا خورده بود. خانم وایت که به دخترش گفته بود کیا موجود کسیفیست حالا میان اعضای هیئت منصفه نشسته بود قاضی سیمز تا ساعت یک بعد از ظهر برای صرف ناهار وقت تنفس اعلام کرد از رستوران برای هیئت منصفه ماهی تون، سالاد مرغ و ساندویچ ژامبون می آوردن که در اتاق مشورت مقامات آن را صرف می کردن. برای اینکه انصاف در مورد دو رستوران دهکده رعایت شود، داگان نیز یک روز در میان هاد داگ، خوراک لوبیای پر و ساندویچ میگو می آورد. آنها همیشه برای گربه هم چیزی می آوردند. ساندی جاستیس ساندیویچ میگو را ترجیح می داد. فصل سی برخورد اتفاقی با چیس 1969 وقتی در صبح اوت 1969 کیا با قایقش به خلیجی دور دست که یک بار قارچ های نادری آنجا پیدا کرده بود و افراد محلی آن را سایپرسکو مینامیدند میرفت مه داشت بالا می آمد. در ماه اوت قارچ تمام میشد اما سایپرسکو سرد و مرتوب بود برای همین شاید می توانست دوباره گونه های نادر را پیدا کند. از وقتی تیت آن قطب نما را برایش روی کنده پرها گذاشته بود بیش از یک ماه میگذشت. و با وجود آنکه کیا او را در مرداب دیده بود تلاش نکرده بود آنقدر به او نزدیک شود که برای هدیهش از او تشکر کند. و گرچه قطب نما صحیح و سالم در یکی از چندین جیب کول پشتیش قرار داشت از آن استفاده نکرده بود. درختهایی که تنهشان از خزه پوشیده شده بود جریان آب را در بر گرفته بودند و شاخه های زیرینشان نزدیک ساحل قاری تشکیل داده بود که کیا از رویشان می پرید و میان بوته ها دنبال قارچهای کوچک نارنجی روی ساقه های ظریف میگشت. بالاخره آنها را دید. جسور و زیبا به کناره های قدیمی آویخته بودند. کیا پس از آنکه قایقش را به ساحل هدایت کرد چهارزانو در قار نشست و آنها را نقاشی کرد. ناگهان صدای پایی کف جنگل شنید و سپس صدایی که گفت آها ببین کی اینجاست دختر مرداب من کیا برگشت همزمان بلند شد ایستاد و با چیس روبرو شد چیس گفت سلام کیا کیا دوروبرش را نگاه کرد او چطور به اینجا آمده بود کیا صدای قایقی را نشنیده بود. چیس متوجه پرسشش شد. من داشتم ماهیگیری میکردم. می کردم. دیدم تو رد شدی. اومدم این طرف آب. کیا در حالی که مدادها و تخت اش را داخل کوله پشتی فرو می کرد گفت لطفا فقط برو. اما چیس دستش را روی بازوی او گذاشت. دست بردار کیا؟ من در مورد اتفاقاتی که افتاده متاسفم. به طرف کیا خم شد. بوی نوشیدنی که سر صبح خورده بود از نفسش می آمد. به من دست نزن. گفتم که متاسفم. تو میدونستی که ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. تو هیچ وقت نمیتونستی نزدیک دهکده زندگی کنی، اما من همیشه مراقبت بودم. کنارت موندم. کنارم موندی؟ این یعنی چی؟ برو تنها بذار. کوله پشتی را زیر بغلش زد و به طرف قایق راه افتاد. اما چیس بازویش را گرفت و محکم نگه داشت. کیا؟ هیچ کس مثل تو نمیشه. هرگز. و من میدونم که تو دوستم داری. کیا بازویش را از دستهای او رها کرد. تو اشتباه میکنی. من مطمئن نیستم هیچ وقت دوستت داشتم. اما تو با من از ازدواج حرف زدی یادته؟ تو از ساختن خونه برای خودت و من حرف زدی. اما من در عوض توی روزنامه از نامزدی تو با کس دیگه ای خبردار شدم. چرا اون کارو کردی؟ چرا چیس؟ دست بردار کیا؟ اون کار غیر ممکن بود. تو باید خودت میدونستی که عملی نیست. حالا اون موقع شرایطمون چه مشکلی داشت؟ بیا برگردیم به همون شرایط. دستش را به طرف شانه های او دراز کرد و او را به طرف خودش کشید. کیا چرخید و تلاش کرد از او فاصله بگیرد. منو ول کن برم. اما چیس او را با دو دستش نگه داشته بود و بازوهای او از فشار دستهایش درد گرفته بود. کیا بازوهایش را بالا گرفته بود و تلاش میکرد خودش را رها کند. این ماده روباه منه. وحشی از همیشه. در حالی که شانه های کیا را گرفته بود با یکی از پاهایش محکم به پشت زانوهای کیا ضربه زد و او را روی زمین هل داد. سر کیا محکم روی لجنها افتاد. با نگاهی شیطانی گفت من میدونم که دوسم داری. کیا روی گلولای افتاد و فریاد زد. برو گم شو و او را با دو دستش هل داد. ناگهان چیس با دست راستش به صورت او مشت زد. صدای دل خراش ضربه در سرش پیچید. گردنش عقب رفت و دوباره از پشت روی زمین افتاد. درست مانند وقتی شده بود که مادر از پدر کتک میخورد. برای چند ثانیه دردی کشنده ذهنش را پاک کرد. سپس شروع کرد به لگت زدن و فریاد کشیدن اما کسی نبود که بشنود. این بار نمیذارم از دستم فرار کنی. چه خوشت بیاد چه بدت بیاد. کیا ناگهان از جایی در ذات ابتدایی خود نیرویی به دست آورد. آرنجش را از زمین بلند کرد و با آن چنان به آرواره چیس کوبید که سرش به طرفی چرخید و در همان فرصت توانست با مشتهایش تعادل او را به هم بزند و او را روی لجنها بیاندازد. سپس لگد محکمی با نشانگیری درست به او زد که او نالان و مچاله همانجا ماند. برای احتیاط به پشتش هم چندین بار محکم لگت زد. دقیقا میدانست دانست کلیه هایش کجاست. کیا در حالی که داشت موتور قایق را روشن میکرد به او که نال کنان و به سختی از جایش بلند شد و ایستاد نگاه کرد. آنقدر ناسزا گفت تا قایق سرعت گرفت. هر لحظه انتظار داشت چیس تعقیبش کند برای همین با سرعت هرچه تمامتر در حالی که دستهایش میلرزید به حرکتش ادامه داد با چشمانی وحشت زده به دریا نگاه کرد و در همان نزدیکی قایق ماهیگیری دیگری را دید که دو مرد از داخلش به او چشم دوخته بودند. فصل چهل سایپرسکو 1970 پس از نهار قاضی سیمز از دادستان پرسید اریک آماده ای اولین شاهدت رو احضار کنی؟ بله آلی جناب در پرونده های قبلی قتل اریک معمولا ابتدا پزشک قانونی را احضار می کرد. زیرا شهادت او شواهد فیزیکی مانند آلت قطاله، زمان و مکان مرگ و عکس صحنه جرم را شامل می که همه اینها تأثیر زیادی روی اعضای هیئت منصفه می گذاشت. آلی جناب، اعضا، آقای رادنی هورن رو فرا می خونم. تمام حاضران به آقای رادنی هورن چشم دوختند که به جایگاه شهود قدم گذاشت. آنجا ایستاد و سوگند خورد حقیقت را بگوید. کیا با وجود آنکه او را فقط یکی دو ثانیه دیده بود چهرهش را شناخت و سرش را برگرداند. یکی از شاهدان بود. مکانیک بازنشسته ای که بیشتر روزهایش را به ماهیگیری، شکار یا بازی پوکر میگذراند و می توانست یک بشک مشروب را بنوشد. امروز هم مانند همیشه شلوار پیشبندی جینش را پوشیده بود با پیراهن چهارخانه تمیزی که طوری آهار خورده بود که یقش خبردار ایستاده بود. کلاه ماهیگیریش را در دست چپش گرفت و با دست راست سوگند خورد. سپس در جایگاه شاهد نشست و کلاهش را روی زانویش گذاشت. اریک با حالتی رسمی به جایگاه شهود قدم گذاشت. صبح خیر رادنی صبح خیر اریک حالا رادنی من فکر می کنم تو روز سی اوت 1969 داشتی با یکی از دوستانت نزدیک سایپرسکو ماهیگیری می کردی درسته؟ دقیقا همینطوره. من و دنی داشتیم اونجا ماهیگیری می کردیم. از صبح که هوا روشن شد اونجا بودیم. چون داره ثبت میشه منظورت دنی اسمیته؟ آره من و دنی. خب میخوام به دادگاه بگی اون روز صبح چی دیدی؟ خب همونطور که گفتم ما از سپیده صبح اونجا بودیم و فکر کنم دیگه نزدیک بود بریم. تومه نداشتیم. میخواستیم با رو بکشیم بالا که از یه گوشه این لای درختا صدای بگو مگو شنیدیم. از جنگل. چجور بگو مگویی بود؟ خب صدای آدم بود. اولش یواش بود بعد بلندتر شد یه مرد و یه زن ولی ما نمیتونستیم ببینیمشون فقط شنیدیم داد و بیداد میکردن خب بعد چی شد؟ زن شروع کرد به جیغ کشیدن ما با قایق رفتیم جلو بهتر ببینیم ببینیم مشکلی براش پیش اومده یا نه و چی دیدین؟ خب وقتی رفتیم نزدیکتر دیدیم زنه کنار مرد واسطاده داره لگد میزنه به رادنی به قاضی نگاه کرد. قاضی سیمز گفت به کجاش لگد میزد؟ میتونی بگی؟ رادنی گفت مرده به پهلو افتاده بود. ناله میکرد. بعد دوباره و دوباره به پشتش لگد زد. مثل قاطری که زنبور اصل تو دهنش دیوونه شده بود. اون زن رو شناختی؟ امروز تو اتاق دادگاه حضور داره؟ آره خوب میشناسیمش. اونیه که اونجاست. همون که مردم بهش میگن دختر مردا. قاضی سیمز به طرف شاهد خم شد. آقای هورن. اسم ایشون دوشیزه کلارکه. ایشون رو با هیچ اسم دیگه خطاب قرار ندی. خیلی خوب. پس ما دوشیزه کلارک رو دیدیم. اریک ادامه داد شما مردی رو که اون داشت بهش لگد میزد شناختین؟ خب ما اون موقع نمیتونستیم ببینیمش داشت رو زمین به خودش میپیچید اما چند دقیقه بعدش بلند شد چیس اندروز بود بازیکن خط حمله ی چند سال پیش و بعد چه اتفاقی افتاد؟ اون زن تلو تلو خورد اومد طرف قایقش و خب لباساش نامرتب بودن سعی میکرد مرتبشون کنه پرید تو قایقش و همونطور که هنوز لباساشو رو مرتب میکرد تخت گاز رفت وقتی از کنار ما میگذشت درست تو چشامون نگاه کرد واسه همین من میتونم دقیق بشناسمش گفتی تمام مدتی که به طرف قایقش میدوید سر مرد فریاد میکشید دقیقا شنیدی چی میگفت آره ما میتونستیم قشنگ بشنویم چون خیلی بهش نزدیک بودیم لطفا به دادگاه بگو وقتی فریاد میزد چی میگفت داشت جیغ میکشید ولم کن عوضی اگه یه دفعه دیگه اذیتم کنی میکشمت زمزمه های بلندی در اتاق پیچید و خاموش نشد قاضی سیمز چکشش را کوبید کافیه توضیحات کافی بود اریک به شاهدش گفت این کفایت میکنه. ممنونم رادنی. دیگه سوالی نیست. شهادت تو تموم شد. تام با فاصله کمی از کنار اریک گذشت و به جایگاه شاهد قدم گذاشت. حالا رادنی تو ابتدا شهادت دادی که وقتی اون سر و صداها رو شنیدی نمیتونستی ببینی بین خانم کلارک و آقای اندروز چی میگذره. این درسته؟ درسته ما نمیتونستیم اونا رو ببینیم تا اینکه یه خورده رفتیم جلو و تو گفتی اون زن که بعدا متوجه شدی خانم کلار که داشت طوری جیغ میکشید که انگار براش مشکلی پیش اومده درسته آره پس تو رفتاری ندیدی که بین دو بزرگسال با رضایت انجام بشه تو شنیدی که زنی طوری فریاد میزنه که انگار بهش حمله شده. انگار دچار درد سر شده. درسته؟ آره. خب این احتمال وجود داره که وقتی خانم کلارک به آقای اندروز لگد میزده داشته از خودش دفاع میکرده. به عنوان یک زن تنها در جنگل در مقابل یک مرد ورزشکار خیلی قوی. ممکنه؟ در مقابل بازیکن سابق خط حمله که بهش حمله کرده بوده؟ آره، فکر کنم احتمالش باشه. دیگه سوالی ندارم. بازپرسی از شاهد؟ اریک که پشت میز دادستانی ایستاده بود گفت بله آلی جناب. خب رادنی، صرف نظر از اینکه رفتار مشخصی با رضایت بین دو طرف انجام شده یا نه؟ آیا درسته بگیم که مدعی الی خانم کلارک به شدت از دست متوفا چیس اندروز عصبانی بوده؟ آره خیلی عصبانی اونقدر عصبانی بود که فریاد بزنه اگه اون یه بار دیگه اذیتش کنه میکشدش درسته؟ آره همینطور بود دیگه سوالی ندارم آلی جناب فصل چهل و یک گله کوچک 1969 کیا همانطور که پشت سرش را نگاه می کرد ببیند چیز با قایقش از سای کو او را تعقیب کرده است یا نه دستهایش روی سکان می لرزید. به سرعت به طرف تالا به خودش راند و با زانوهای ورم کرده به طرف کل بدوید. در آشپزخانه خودش را روی زمین انداخت گریه کرد روی چشم متورمش دست کشید و شنها را از دهانش تف کرد سپس گوش داد که مبادا او بیاید گردنبند صدف را دیده بود او هنوز آن را میانداخت چطور ممکن بود او گفته بود تو مال منی حتما وقتی کیا به او لگت زده بود به حد مرگ عصبانی شده بود و مطمئنا سراغش می آمد. ممکن بود امروز بیاید یا منتظر بماند شب بشود. کیا نمی توانست به کسی چیزی بگوید. اگر به جامپین می گفت او اصرار می کرد به کلانتر خبر بدهند. اما قانون هرگز حرفی هر را که دختر مرداب علیه چیس اندروز میزد باور نمیکرد او نمیدانست دو ماهی گیر چه دیدند اما آنها هرگز از او دفاع نمیکردند ممکن بود بگویند کیا این کار را کرده چون پیش از آن که چیس او را ترک کند سالها آویزان چیس بوده و مثل خانوم ها رفتار نمیکرده. ممکن بود بگویند پاپیچ چیس شده است بیرون از سمت دریا صدای زوزه باد میآمد و کیا نگران بود مبادا صدای نزدیک شدن قایق او را نشنود برای همین در حالی که از درد حرکاتش کند شده بود داخل کول پشتیش بیسکیویت، پنیر و آجیل گذاشت و در حالی که مقابل طوفان وحشی سرش را پایین انداخته بود به سرعت از میان ها و کانالهای آب گذشت و به اتاقک که خاندن رفت. پیاده رویش تا آنجا چهل و پنج دقیقه طول کشید. با هر صدایی بدن مجروح و منقبضش میلرزید سرش به طرفی خم میشد و پای بوته ها را از نظر میگذراند سرانجام کلبه قدیمی که ارتفاع علفهایش تا زانوی کیا بود و به نهر چسبیده بود از دور نمایان شد اینجا باد آرامتر و چمنزار نرم ساکت بود او هیچ وقت در مورد مخفیگاهش به چیس حرفی نزده بود. اما ممکن بود چیس خودش فهمیده باشد. از این موضوع مطمئن نبود. دیگر از کلبه بوی موش نمی آمد. پس از آنکه آزمایشگاه تیت را استخدام کرده بود او و اسکاپر کلبه قدیمی را تعمیر کرده بودند که تیت بتواند برای بعضی از اکتشافاتش شبها آنجا بماند. آنها دیوارها را تقویت و سقف را صاف کرده بودند. بعضی وسایل ابتدایی مانند یک تخت خواب کوچک با پتو، اجاق هیزومی و یک میز و صندلی هم داخلش گذاشته بودند. قابلمه ها و تابه ها از دیوار آویزان بودند. در جایی نامرتبط یعنی روی میز تاشو میکروسکوپی قرار داشت که رویش پلاستیک کشیده بودند. در گوشه ای از کلبه هم یک صندوقچه فلزی قدیمی بود که داخلش کنسرو لوبیا و ساردین گذاشته بودند. چیزی نبود که بخواهد خرس ها را به آنجا بکشاند. اما کیا احساس می کرد آنجا گیر افتاده و نمیتواند متوجه آمدن چیز شود. برای همین کنار نهر نشست و با چشم راستش شروع به جستجو در آب پر از خزه کرد. چشم چپش ورم کرده و بسته شده بود. پایین رود گله پنج نفری از گوزنهای ماده بدون آنکه به او توجهی داشته باشند در حاشیه نهر به جویدن برگها سرگرم شدند کاش می توانست به آنها ملحق شود و به گروه آنها تعلق داشته باشد میدانست این گله بدون یکی از گوزنهایش ناقص نخواهد بود اما هر گوزن بدون گلش ناقص است. یکی از آنها سرش را بلند کرد. با چشمهای تیرش از میان درختان شمال را نگاه کرد. پای راست جلویش را به زمین کوبید و بعد رفت. بقیه سرشان را بلند کردند. سپس به حالت هشدار سود زدند. فوراً چشم سالم کیا جنگل را برای نشانه های احتمالی از وجود چیس یا متجاوزان دیگر از نظر گذراند اما همه جا ساکت بود. شاید نسیم وحشت زدهشان کرده بود. آنها از پاکوبیدن دست کشیدند اما آهسته به طرف علفهای بلند رفتند و دور شدند و کیا را تنها و مسترب رها کردند. او دوباره لابلای علفها را برای وجود مزاحم احتمالی گشت. اما گوش دادن و جستجو کردن انرژیش را تقلیل داد و به اتاقک برگشت. پنیر را از کیفش درآورد. سپس خودش را روی زمین انداخت و بی اتنا همانطور که خراش گونهش را لمس می کرد قضایش را خورد. صورت، بازوها و پاهایش با ماسه های لعنتی بریده و کثیف شده بودند. زانوهایش خراشیده شده بود و زغزغ می کرد. گریه کرد. با شرمش جنگید و ناگهان پنیر را به شکل چیزی قلمبه و گرد تف کرد. خودش مقصر بود. با فردی بیبند و بار همراه شده بود. غریزه طبیعی او را بدون آنکه ازدواج کرده باشد به متل ارزان قیمتی کشانده بود بدون آنکه رضایتی در او ایجاد کند احتمالاً چیس در مورد ارتباطشان با همه لاف زده بود تعجبی نداشت که مردم همه از او دوری می‌کردند او ناشایسته و چندشاور بود. وقتی نیمی از ماه از پشت ابرهایی که به سرعت حرکت می کردند بیرون آمد کیا پشت پنجره کوچک قوز کرد و دزدکی بیرون را نگاه کرد که ببیند حیبتی شبیه مرد آنجا هست یا نه. سرانجام از تخت خواب تیت بالا رفت و زیر لحافش خوابید. مدام بیدار می شد و گوش می کرد ببیند صدای پا می آید یا نه. سپس لحاف نرم را تا نزدیک صورتش می کشید. برای صبحانش پنیر خورد کرد. حالا صورتش با رنگهای سبز و بنفش تیره تر شده بود. چشمش ورم کرده و مانند تخم مرغ آب پس شده بود و گردنش درد می کرد. بخش هایی از لب بالاییش به طرز عجیبی پیچ خورده بود. مانند مادرش از وحشت یک هیولا می ترسید به خانه برود. زیر لب گفت مادر مادر می فهمم. بالاخره فهمیدم تو چرا مجبور شدی بری و دیگه برنگردی منو ببخش که نمیدونستم که نمیتونستم کمکت کنم سرش را پایین انداخت و حق حق گریه کرد سپس سرش را به سرعت بالا آورد و گفت من هرگز اون طوری زندگی نمی کنم. طوری که ندونم مشت بعدی کی و کجا فرود میاد. آن روز بعد از ظهر پیاده به خانه رفت اما با وجود آنکه گرسنه بود و خاروبار نیاز داشت به فروشگاه جامپین نرفت ممکن بود چیس او را آنجا گیر بیاندازد به علاوه نمیخواست کسی حتی جامپین صورت داغانش را ببیند پس از صرف یک غذای ساده شامل نان خشک و ماهی دودی لبه تختش در ایوان نشست و از در توری به بیرون خیره شد. درست در همان لحظه متوجه آخوندک ماده شد که با احتیاط روی شاخه‌ای که به صورت او نزدیک بود راه می‌رفت. حشره داشت با پاهای بند بند جلویش شته ها را از روی شاخه میقاپید و بعد در حالی که هنوز داشتند بال بال می زدند آنها را می جبید. یک آخوندک نر هم در حالی که مغرورانه سرش را بالا گرفته بود جلوی او رژه می تا توجهش را جلب کند. به نظر رسید حشره ماده علاقمند است زیرا با شاخکهایش مانند ترک ضربه میزد اما وقتی حشره نر سرگرم بود حشره ماده سینه او و سپس بالهایش را گاز زد سرانجام آخرین پای عقبی او از دهانش بیرون زده کرمهای شبتاب ماده نیز با علامتهای دروغین نرهای غریبه را به طرف خود میکشند و آنها را میخورند کیا با خودش فکر کرد حشرات ماده خوب می دانند با عاشقان خودشان چطور رفتار کنند. یکی دو روز بعد با قایق به مرداب رفت تا مکانهایی را که احتمال نداشت چیس بشناست کشف کند. اما گوش به زنگ و هوشیار بود و نقاشی کردن برایش سخت. چشمش هنوز مانند چیزی پف کرده دور یک شکاف باریک بود و کبودی با رنگهایی که دلاشوبه می آورد نیمی از صورتش را پوشانده بود. بیشتر بدنش از درد زغزغ می کرد. با صدای سمور به طرف آن برمیگشت و با اشتیاق به قارقار کلاق ها گوش میداد. اینها زبانهایی بودند که پیش از آن که کلمات ساخته شوند، وقتی ارتباطات ساده و واضح بود وجود داشتند. و کیا، هر جا که میرفت این زبانها در ذهنش مسیری، برای فرار از آلام باز می کردند. فصل چهل و دو یک سلول 1970 پرتوهای کمرنگ نور از پنجره کوچک سلول کیا به داخل راه می آفد. به ذرات قبار خیره شده بود که در سکوت به یک جهت می رقصیدند. چنان که گویی از رهبری خیالی پیروی می کنند. این ذرات به محض ورود به سایه محو می شدند. آنها بدون خورشید هیچ چیز نبودند. کیا جعبه چوبی را که در حقیقت میزش بود و حدود 20 سانتی متر ارتفاع داشت زیر پنجره کشید. شلوار سر همی خاکستری پوشیده بود که پشتش با رنگ مشکی نوشته شده بود زندانی بخش. روی جعبه ایستاد و به دریا که از پشت شیشه و میله ها دیده میشد خیره شد. موجهای سرسفید خود را به ساحل میکوبیدند. پلیکان ها که سرهایشان را برای شکار ماهی میچرخاندند در ارتفاع پایین نزدیک موجها ها پرواز میکردند. اگر کیا به سمت راست گردن میکشید میتوانست تا لبه مرداب را ببیند. دیروز اوقابی را دیده بود که شیرجه زده به طرف یک ماهی هجوم برده بود. زندان بخش ساختمان سیمانی یک طبقه پشت کلانتری در حاشیه دهکده بود که از شش سلول دوازده در دوازده تشکیل شده بود. سلول ها در طول ساختمان کنار هم به صورت ردیفی و فقط در یک سمت قرار داشتند تا زندانی ها نتوانند یکدیگر را ببینند. سه تا از دیوارها بلوک های سیمانی مرتوب بودند و چهار رومی تعدادی میله و یک در قفل شده. هر سلول یک تخت خواب چوبی با تشک گلوله گلوله کتان داشت. یک بالشت پر، ملافه، یک پتوی خاکستری پشمی، سینک دستشویی، یک میز چوبی به شکل جعبه و یک توالت. بالای روشویی به جای آینه تصویر عیسی مسیح با آرم نیروی پشتیبانی زنان قاب شده بود. فقط به او به عنوان اولین زندانی زن پس از سالها اجازه داده بودند یک پرده مشمایی خاکستری داشته باشد که دور کاسه دستشویی و توالت کشیده میشد. به این خاطر که کیا با قایقش تلاشی ناموفق برای فرار از دست کلانتر انجام داده بود او را از دو ماه پیش از محاکمه بدون آنکه از حق آزادی به قید زمانت برخوردار باشد در این سلول نگه داشته بودند کیا با خودش فکر می کرد چه کسی اولین بار از واژه سلول به جای قفس استفاده کرده است. حتما در یک برهه زمانی بشریت نیازمند چنین تغییری بوده است. بازویش را خارانده و خراش انداخته بود. برای دقایقی نامعلوم روی تختش نشسته بود. دسته های موهایش را وارسی می کرد و آنها را مانند پر به طرف بالا می کشید. مانند کاری که مرغان دریایی با پرهایشان انجام میدهند. روی جعبه ایستاد به طرف مرداب گردن کشید و یکی از شعرهای آماندا همیلتون را خواند. مرغ دریایی در هم شکسته ساحل برنده تو با روحی الهام بخش در آسمان ها رقصیدی و با فریادهای گوشخراش سپیده صبح را از جا رماندی تو ها را دنبال کردی و بی پروا دل به دریا زدی سپس باد را برایم آوردی تو بالت را شکستی آن را روی زمین کشیدی و نقشت را روی ماسه ها به جا گذاشتی وقتی پرهایت بشکنند یارای پرواز نداری اما چه کسی میتواند زمان مرگش را انتخاب کند تو ناپدید شدی نمیدانم به کجا اما نقش بالت هنوز آنجاست قلب شکسته را یارای پرواز نیست اما چه کسی میتواند زمان مرگش را انتخاب کند با وجود آنکه زندانیان نمی توانستند یکدیگر را ببینند دو مرد دیگر که به جز کیا تنها ساکنان آنجا بودند و سلولهایشان در فاصله دور در انتهای ردیف سلولها قرار داشت بیشتر روزها و شبها را یک ریز با هم صحبت می کردن. هر دوشان به جرم درگیری در داگان بر سر آنکه چه کسی می تواند تا فاصله دورتری تف کند که در نهایت به شکستن آینه های یک کافه و شکستن چند استخوان منجر شده بود از سی روز پیش آنجا بودند. بیشتر وقتها روی تختشان دراز میکشیدند و وقتی از سلول های مجاور یکدیگر را صدا میکردند صدایشان مانند صدای تبل در فضای خالی میپیچید بیشتر حرفهایشان بدگویی هایی بود که از ملاقاتی ها در مورد پرونده کیا شنیده بودند. بیشتر در مورد شانس مجازات اعدام برای او بود که از 20 سال گذشته برای هیچ کس و هرگز برای یک زن صادر نشده بود. کیا تمام حرفهایشان را میشنید. مردن ناراحتش نمیکرد. آنها نمی توانستند او را با تهدید پایان دادن به این زندگی اندوه بار بترسانند. اما مراحل کشته شدن به دست دیگری با قرار و برنامه ریزی قبلی آنقدر غیر قابل تصور بود که نفسش را بند می آورد. خواب از او دوری می کرد. آهسته تا مرز خواب می رفت و ناگهان می پرید. ذهنش به سمت دیوارهای عمیق چرتی ناگهانی سقوط می کرد که فقط یک لذت آنی بود. بعد بدنش می لرزید و بیدارش می کرد. از روی جعبه پایین آمد. روی تخت نشست و زانوهایش را زیر چانهش گذاشت. او را پس از دادگاه آورده بودند اینجا پس حتما الان ساعت شش شده بود. فقط یک ساعت گذشته بود. یا شاید هم کمتر. فصل چهل و سه میکروسکوپ 1969 اوایل سپتامبر بیشتر از یک هفته پس از آنکه چیس به کیا حمله کرده بود کیا به ساحل کلبهاش برگشت باد نامه ای را که در دست داشت به شدت تکان میداد برای همین آن را به سینهاش چسباند سردبیرش او را به گیرین ویل دعوت کرده نوشته بود میداند کیا معمولا به شهر نمیآید اما میخواهد او را ببیند و ناشر میخواهد حق و تعلیفش را پرداخت کند روز آفتابی و گرمی بود برای همین کیا با قایق به تالاب رفت در انتهای یک آبراه باریک وقتی وارد پیچی سرسبز شد تیت را دید که روی یک تپه ماسعی وسیع چنبات مزده و نمونه های آب را داخل شیشه های کوچک آزمایش می ریزد. قایق تحقیقاتیش را به کندی بسته بود. اما بدنه قایق داخل کانال بود و آن را مسدود کرده بود. کیا سکان را چرخاند. کمی از تورم و خراش های صورتش کم شده بود اما لکه های زشت سبز و بنفش هنوز دور چشمش مانده بودند. می ترسید. نمی توانست بگذارد تیت صورت داغانش را ببیند. تلاش کرد قایقش را به سرعت به سوی دیگری هدایت کند. اما تیت سرش را بلند کرد و به او دست کند. نگهش دار کیا یه میکروسکوپ جدید دارم میخوام بهت نشون بدم. این حرف او روی کیا دقیقا همان تاثیر صدا زدن مسئول مدرسه گریزها را داشت که به او وعده پیراشکی مرغ داده بود. کیا سرعتش را کم کرد اما پاسخ نداد. زود بیا این همه بزرگنمایی رو نمیتونی باور کنی. میتونی پاهای کاذب آمیبو ببینی. کیا هرگز یک آمیب و مطمئنا اعضای بدن آن را هم ندیده بود به علاوه باز هم دیدن تیت برایش صلح و آرامش به همراه آورده بود با این فکر که میتواند قسمت آسیب دیده صورتش را به طرف تیت نچرخاند قایقش را به ساحل آورد و داخل آب کم عمق به طرف او رفت شلوارک جین و یک تیشرت سفید پوشیده بود و موهایش را باز گذاشته بود. تیت که بالای نردبان قایق ایستاده بود دستش را دراز کرد و دست کیا را که رویش را به سمت دیگر برگردانده بود گرفت رنگ ملایم قایق با مرداب هماهنگ بود و کیا هرگز چیزی به مرغوبیت صندلی عرشه آن که از چوب ساج بود و سکان برنجیش ندیده بود. تیت پایین آمد و در حالی که داشت داخل اتاقک می رفت گفت بیا بریم پایین. کیا اتاق ملوان را از نظر گذراند. لوازم آشپزخانه کوچکش از آشپزخانه کیا بهتر بود و قسمت نشیمنش تبدیل به آزمایشگاهی با میکروسکوپ های متعدد و قفسه های مختص لوله های آزمایشگاه شده بود. بقیه ابزار نیز وسوسه کننده بودند و به بیننده چشمک میزدند. تیت بزرگترین میکروسکوپ را تنظیم کرد و لام را در جای مناسب قرار داد. یه دقیقه سب کن. یک قطره از آب مرداب را روی لام گذاشت. آن را با لام دیگری پوشان و چشمی را تنظیم کرد. ایستاد. حالا نگاه کن. کیا آهسته طوری که گویی میخواهد نوزادی را ببوسد روی آن خم شد. چراغ میکروسکوپ روی مردمک تیره چشمهایش منعکس شد و در حالی که بازیگران ماردیگراس با لباس مخصوص روی پنجه پا میچرخیدند و نمایان میشدند نفس عمیقی کشید موجوداتی حیرت انگیز و غیر قابل تصور که چنان شوق زندگی داشتند که طوری ورجه ورجه می کردند گویی بازیگران داخل یک چادر سیرک هستند نه یک قطره معمولی آب دستش را روی قلبش گذاشت. در حالی که هنوز داشت نگاه می کرد گفت اصلا نمی دونستم اینقدر زیبا و زیاده. تیت چند گونه نادر را شناسایی کرد. سپس همانطور که کیا را تماشا می کرد عقب رفت. با خودش فکر کرد او زربان زندگی را احساس می کند. زیرا میان او و سیارش حائلی وجود ندارد لام های دیگری هم به او نشان داد کیا زیر لب گفت مثل اینه که هیچ وقت ستاره ها رو ندیده باشی بعد یک دفعه ببینیشون تیت با مهربانی گفت قهوه میخوری؟ کیا سرش را بلند کرد نه نه ممنون. سپس از مقابل میکروسکوپ عقب رفت و خواست از پله ها بالا برود. ناشیانه چشم قهوه‌ای و سبزش را به سمت دیگر چرخانده بود. تیت با این ویژگی کیا که همیشه حفاظی مقابل خودش قرار می‌داد آشنا بود. اما رفتار امروزش بسیار متفاوت و عجیب تر از همیشه بود و دائم سرش را به یک طرف نگه می داشت. بیا دیگه کیا فقط یه قهوه بخور. تا این حرفش تمام شود به آشپزخانه کوچک رفته و داخل قهوه سازی که قهوه قلیز دم کشیده بیرون میداد آب ریخته بود. کیا کنار نردبانی که به طرف بالا می رفت ایستاد و تیت همانطور که به او اشاره می کرد بالا برود یک لیوان به او داد و بالا رفتنش را نگاه کرد. از او دعوت کرد روی نیمکت کوسندار بنشیند اما او عقب قایق ایستاد. مانند گربه راه فرار را بلد بود. تپه ماسه را که زیر درختان بلوط پناه گرفته بود دور زدند. کیا؟ تیت میخواست سؤالی بکند اما وقتی کیا سرش را به طرف او برگرداند، جای کبودی را که داشت کم رنگ میشد روی گونه هایش دید صورتت چی شده؟ به طرفش رفت و دستش را به گونهش دراز کرد او رویش را برگرداند هیچی نصف شب خوردم به در تیت از حالتی که او ناگهان دستش را به طرف صورتش برده بود فهمید راست نمیگوید کسی او را زده بود آن فرد چیس بود با اینکه چیس ازدواج کرده بود کیا هنوز با او قرار میگذاشت تیت دندانهایش را به هم فشار داد کیا راه افتاد طوری که گویی میخواهد برود لیوانش را زمین گذاشت تیت به زور خودش را آرام کرد. کتاب جدید تو شروع کردی؟ اونی رو که در مورد قارچاس تقریبا تموم کردم. سردبیرم اواخر اکتبر داره میاد گیرین میخواد برم اونجا ببینمش اما من هنوز تصمیم نگرفتم برم یا نه. باید بری. خوبه بری ببینیش. هر روز یه اتوبوس از بارکیلی میره اونجا. یکی هم برای شب داره. مسیرش زیاد طولانی نیست. شاید یه ساعت و بیست دقیقه این طورا باشه. نمیدونم از کجا باید بلیط بخرم. راننده خودش میدونه فقط برو ایستگاه اتوبوس تو خیابون اصلی. بهت میگه باید چی کار کنی. فکر کنم جامپین برنامه حرکتشون رو زده تو فروشگاهش. چیزی نمانده بود بگوید بارها در چپل هیل سوار اتوبوس شده. اما فکر کرد بهتر است روزهای ماه جوییه ای را که کیا در ساحل در انتظار او بوده است یادآوری نکند. مدتی ساکت ماندند. قهوهشان را جرعه جرعه نوشیدند و به صدای یک جفت شاهین که مقابل دیواره یک ابر بلند سوت می گوش دادند. تیت تردید داشت باز هم به او قهوه تعارف کند زیرا میدانست اگر این کار را بکند او میرود برای همین از او در مورد کتاب قارچهایش پرسید و در مورد مطالعاتی که خودش روی تکیاخته ها انجام داده بود برایش توضیح داد. برای نگه داشتن او به هر وسیله‌ای متوسل می شود. نور بعد از ظهر بیرمختر میشد و باد سردی وزیدن می گرفت. کیا دوباره لیوان را زمین گذاشت و گفت من باید برم. من داشتم فکر می کردم یه نوشیدنی باز کنم بیارم. می خوری؟ نه. ممنونم. تیت در حالی که داشت از پله ها پایین می رفت گفت قبل از رفتن یه لحظه صبر و با یک کیسه خورد نان و کلوچه برگشت. لطفا مراتب ارادت من و خدمت مرغای دریایی برسون. ممنون. کیا از نردبان بالا رفت. وقتی داشت به طرف قایقش میرفت تیت فریاد زد. کیا هوا داره سرد میشه. کتی چیزی نمیخوای؟ نه خوبه. بیا لاقل کلاه منو ببر. و یک کلاه قرمز به طرف او پرتاب کرد. کیا آن را گرفت و دوباره به طرف او انداخت. تیت دوباره آن را دورتر پرتاب کرد. کیا روی ماسه ها عقب رفت. خم شد و آن را گرفت. همانطور که میخندید داخل قایقش پرید. موتور را روشن کرد و وقتی قایقش به تیت نزدیک میشد کلاه را داخل قایق او انداخت. تیت لبخند زد و او قاه خندید. سپس وقتی کلاه را به طرف هم پرتاب می کردند و پس می گرفتند دیگر نخندیدند و فقط به یک دیگر نگاه کردند. تا اینکه کیا وارد یک پیچ شد. محکم روی صندلی عقب قایق نشست دستش را جلوی دهانش گذاشت و بلند گفت نه nah, دیگه نمیتونم عاشقت بشم دیگه نمیتونم رنج بکشم. تیت در عقب قایقش مانده و با فکر کسی که کیا را کتک زده مشتهایش را گره کرده بود. کیا چسبیده به ساحل به طرف جنوب حرکت کرد. در این مسیر میتوانست پیش از آن که وارد کانالی بشود که به مرداب کلبهش میرسید از ساحل آن بگذرد. معمولا در ساحل کلبهش توقف نمی کرد. با قایق از راه های تو در توی تالابش می گذشت و بعد پیاده به ساحل می رفت. اما وقتی از آنجا میگذشت مرغان دریایی او را شناسایی کردند و به طرف قایق هجوم آوردند قرمز بزرگ روی قایق آمد و شروع به ضربه زدن به آن کرد کیا خندید باشه تو بردی موجها را شکافت و قایق را به ساحل پشت نیها کشاند در ساحل ایستاد و خورده نانهایی را که تیت داده بود روی زمین پاشید همانطور که آفتاب طلایی و صورتی خودش را روی آب پهن کرده بود روی ماسه ها نشست و مرغهای دریایی دورش را گرفتند ناگهان صدای موتور شنید. و جتسکی چیس را دید که به سرعت در کانال آب پیش می او نمی توانست قایق کیا را پشت نیها ببیند. اما خود کیا روی ماسه های روباز کاملا در معرض دید بود. کیا فورا دراز کشید و سرش را به طرفی برگردان که بتواند او را ببیند. چیز پشت سکان ایستاده بود باد موهایش را عقب میراند و روی صورتش اخم زشتی داشت اما وقتی سمت کانالی پیچید که کلبه کیا در آن قرار داشت به طرفی که کیا بود نگاه نکرد وقتی او از نظر دور شد کیا نشست اگر به این ساحل نیامده بود که با مرغ‌های دریایی باشد چیس او را در کلبهش گیر میانداخت. بارها و بارها از پدر شنیده بود به این مردا باید ضربه نهایی رو زد. کیا چیس را در حالی که روی گلولای پهن شده بود رها کرده بود. احتمالا آن دو مرد ماهیگیر او را دیده بودند که چیس را زمین زده است. کیا باید از گفته های پدر درس می گرفت. چیز به محض اینکه میفهمید کیا در کلبه نیست اینجا به ساحل کلبه می آمد. به طرف قایق دوید استارت زد و به طرف تیت برگشت. اما نمیخواست به تیت بگوید چیس با او چه کار کرده است. مهمترین علتش شرم بود. سرعتش را کم کرد و در حالی که خورشید داشت ناپدید میشد روی موجها پیش رفت باید جایی پنهان میشد و منتظر میماند چیس برود اگر رفتن او را نمیدید نمیتوانست مطمئن شود خانه امن است به طرف کانال پیچید میترسید او هر لحظه قررش کنان به سمتش بیاید قایق کیا حرکت لاک پشتی داشت برای همین میتوانست صدای قایق چیس را بشنود. قایقش را به بوتزار پرپشتی در پشت آب راه که درختان و بوته های انبوهش تا داخل آب پیشروی کرده بودند هدایت کرد. شاخه ها را کنار زد تا توانست میان برگ های لای لای و شبی که داشت فرا می رسید پنهان شود. در حالی که به سختی نفس میکشید گوش کرد. سرانجام صدای موتور چیس را شنید که در هوای ملایم غروب فریاد میکشید. همانطور که او نزدیکتر میشد کیا قایق را بیشتر در آب فرو می برد. ناگهان نگران شد مبادا نوک قایقش دیده شود. صدا خیلی نزدیک شد و در چند ثانیه قایق چیس رسید. کیا حدود سی دقیقه آنجا نشست تا هوا کاملا تاریک شد. سپس زیر نور ستاره ها با قایق به خانه رفت. رخت خوابش را به ساحل برد و کنار مرغان دریایی نشست. آنها به او توجهی نکردند. همچنان به تمیز کردن بالهایشان با منقار ادامه دادند و بعد مانند سنگ های پردار خودشان را روی ماسه ها پهن کردند. همانطور که آنها آهست خورناس میکشیدند و سرشان را در گریبان فرو برده بودند کیا تا جایی که می خودش را به آنها نزدیک کرد. اما حتی میان صدای ملایم بغبغوی آنها هم نتوانست بخوابد. بیشتر شب را از این پهلو به آن پهلو شد و هر بار صدای باد به صدای پا شباهت پیدا می کرد بلند می شد و می نشست. سپیده صبح همزمان با شلاق های باد که به گونه هایش برخورد می کرد سر زد. کیا میان پرندگانی که اطرافش میچرخیدند خودشان را کش میدادند و با پاهایشان ماسه ها را خراش میدادند نشست. قرمز بزرگه با چشمان گرد شده گردن کشیده بود و به نظر می رسید پشت بالش چیز جالب تری پیدا کرده است. این حرکت پرنده ها معمولا کیا را می خندند اما این بار، برای شادمانی ایجاد نکرد. کیا لب آب رفت. چیست دست از سرش بر نمی داشت. تنها بودن یک مسئله بود و زندگی کردن در ترس مسئله کاملا متفاوت. مجسم کرد قدمهایش را یکی پس از دیگری داخل دریای متلاطم بردارد. در سکوت زیر ها غرق شود. رشته های مویش مانند آب رنگ سیاه در دریای آبی کم رنگ معلق بماند و انگشت های کشیده و بازوهایش به طرف سطح درخشان آب حرکت کنند و شناور بمانند. رویای فرار حتی با مرگ همیشه به نور ختم میشد و به جایزه وسوسه کننده و درخشان آرامشی که فعلا دور از دست رس بود تا اینکه سرانجام بدنش به پایین سقوط می کرد و در سکوتی تاریک آرام می گرفت در امنیت چه کسی زمان مردنش را انتخاب می